جامعه ای که اگه توی اون با دیگران بد رفتار کنی از همه جا طرد میشی. گراسیا سلام، امروز میخوام فیلم نوبز دایو توی فصل سوم سریال بلک میرور رو ببینیم. همونطور که بهتون گفتم سریال بلک میرور هر قسمتش یک فیلم کاملا جداگانه است و نیازی نیست قبلی‌ها رو تماشا کرده باشید، اما اگه دوست داشتید میتونید از اینجا به پلی لیستش وارد شید. بریم با فیلمو ببینیم، حواستون به اسپویل کامل و صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم دنیایی میبینیم که مردم یه دستگاه روی چشماشون گذاشتن و با استفاده از اون کنار همه آدم ها یه عدد بین 1 تا 5 میبینن که امتیاز اونها توی دنیاه. جریان این طوریه که مردم بر اساس رفتار بقیه دنیای واقعی یا پوزهاشون توی دنیای مجازی یه رای بین 0 تا 5 میدن و میانگین این امتیاز هم کنار آدم ها نشون داده میشه. مشخصه خب هر کی امتیاز زیر 3 بیاد توسط بقیه طرد میشه و بهش بی‌محلی میکنن. از اون طرف هم کسی که امتیازش بالای 4.5 باشه همه چی براش فراهمه و کلی هم پولدار میشه. شخصیت اصلیمون هم یعنی لیسی یه دختر با امتیاز 4.2 و خیلی هم به خودش میرسه. هر کی هم میبینه بهش 5 امتیاز میده تا اینطوری از اونام هم همینقدر امتیاز بگیره. میبینیم حتی جلوی آینه هم کلی خنده مختلف تمرین میکنه تا اونی که قشنگتر رو به دیگران نشون بده. لیسی در حال حاضر با برادرش زندگی میکنه که امتیازش 3.7ه. کارش به کار بقیه نیست و از زندگیش هم راضیه. لیسی هم خیلی از این رفتارهای برادرش خجالت میکشه، اما خب اون اصلا براش مهم نیست. میگه تو هم نباید انقدر درگیر این قضیه های امتیاز بشی، زندگی قشنگتر از این حرفاست. خلاصه یه کلی بحث دارن و لیسی دنبال یه خونه است تا زودتر از اینجا نقل مکان کنه. خلاصه که به سمت سرکارش راه میفته و قبلش هم میره یه کافه و یه دونه کاپوچینو سفارش میده. خیلی هم بدمزه است، ولی خب با این حال ازش یه عکس میگیره و مینویسه که خیلی خوشمزه بود و کلی هم لایک میگیره. وقتی هم میرسه محل کارش تو آسانسور با یکی از همکاراش صحبت میکنن و میبینیم که هر دوشون از سوی گوشیشون پستای نفر دیگر رو نگاه میکنن تا بتونن یه موضوع رو وسط برای صحبت بندازن. کلن زندگی خیلی عجیبی دارن. توی سر کارش هم یکی از همکاراش هست که برای همهشون آب میوه آورده و میبینیم که امتیازش 3.1 که خیلی پایین حساب میشه. لیسی هم که از هیچی خبر نداره یه دونه آب میوه برمیداره و همون لحظه چند تا دیگه از همکاراش به خود لیسی امتیاز مخفی میدن. مشخصه که همهشون دارن این مرد رو طردش میکنن و خب کسی هم که بخواد باهاش رفیق شه همین اتفاق براش میفته. برای همین هم لیسی دیگه اصلا جواب این همکارش رو نمیده. بعد پایان کارش هم میبینیم که به این محله میره که خیلی خفن و خونه هاش هم گرونن و خب بخواد اینجا ساکن بشه. وقتی با یکی از املاکی‌ها صحبت میکنه این زن بهش میگه که برای اینکه بتونی اینجا زندگی کنی باید امتیازت بالای 4.5 باشه و خب شما الان شرایطش رو نداری. این خیلی میره روی مخ لیسی و میخواد هر جوری که هست این خونه رو بگیره، چون مطمئنه که اینجا زندگی کنه خیلی پیش بقیه احترامش بالاتر میره. واسه همین از یه مشاور کمک میگیره تا بتونه امتیازش بالاتر ببره. مشاورم میگه برای این کار باید دایره دوستای دورت رو افزایش بدی و با آدمهای جدید ارتباط بگیری تا بتونی از اونها امتیاز بیشتری دریافت کنی، مخصوصا اگه امتیازشون خیلی بالا باشه، مثلا 4.8 4.9، و خب امتیاز اونا روی تو خیلی موثرتره. و لیسی هم تصمیم میگیره که همین کارو انجام بده. از روز بعدی وقتی میخواد بره سر کار هر کیو میبینه باهاش صحبتی میکنه، ولی خب اونقدری تاثیر رو امتیازش نمیذاره. دوباره اون همکارش که همه طرد کرده بودن میاد طرفش و این بار اصلا بدون هیچ سلامی بهش وارد محل کارش میشه. میبینیم این همکار امتیاز زیر 3 رسیده و حتی دیگه تو اداره هم راش نمیدن. داره از لیسی خواهش میکنه که فقط بهش یه امتیاز بده تا بتونه بیاد تو، اما خب اون این کارو انجام نمیده و این مردم کلا اخراج میشه. وقتی لیسی به میز خودش میرسه یه عروسکی داره که ازش یه عکس میگیره و اونم پست میکنه تا دوباره از بقیه کلی لایک بگیره. این عروسک رو لیسی توی بچگیش با دوست صمیمیش نیومی درست کرده بودن. وقتی پستو میذاره نیومی بعد سالها بهش زنگ میزنه، یه دختر خیلی خفن و پولدار که نمرش هم 4.8 و توی جزیره خیلی خفن زندگی میکنه. یادیا گذشته میکنن و نیومی یه رفیق به لیسی میگه بیا توی عروسی من ساقدوشم شو، چون خیلی دوست صمیمی هستیم. لیسی هم با خوشحالی اینو قبولش میکنه، چون میدونه که اگه تو همچین عروسی بره که همه نمره هاشون بالاست قطعا میتونه کلی امتیاز جدید بگیره و نمرشو به 4.5 برسونه. وقتی که میرسه خونه اینو سریع به برادرش میگه و داداشش میگه که اینجا یه چیزی میلنگه، چون شما اصلا اونقدر صمیمی نبودید و مطمئنم که نیومی میخواد نقشه‌ای داره و میخواد تو رو دعوتت بکنه، پس نرو. اما خب لیسی مخالف این قضیه است و میگه من باید برم اونجا تا امتیازم بالا ببرم، این تنها راهمه. خلاصه که شروع به نوشتن یه دونه متن میکنه که میخواد توی عروسی بخونه و انقدر روش حساسه که بارها و بارها برای برادرش میخونتش تا ازش تایید بگیره.
خب طبق معمولا برادرش کلا اهمیتی به این قضیه نمیده. به خاطر همین هم یه دعوا بینشون شکل میگیره و در آخرش لیسی راه میفته سمت جزیره‌ای که عروسی نیومیه. وسط راه هم دوتا اتفاق میفته. اولشی که به یه نفر برخورد میکنه و لیوان قهوه اونو میریزه. دومیش هم که توی تاکسی که میخواد براتش فرودگاه خیلی بلند با تلفن صحبت میکنه. همین دوتا باعث میشن که نمره کمی بگیره و نمرش رفعی به زیر 4.2 بیادش. وقتی که میرسه به فرودگاه میفهمه پروازش کنسل شده و وقتی میخواد یه پرواز دیگر رو رزرو کنه بهش میگن باید حداقل امتیاز 4.2 باشه تا بتونه توی هواپیمای بعدی بریم. و خب خیلی هم لیسی به هم میریزه، چون فقط به خاطر دوتا اتفاق کوچیک داره یکی از بزرگترین موقعیت های زندگیش رو از دست میده. همین هم باعث میشه که شروع به داد و بیداد کنه و در آخر هم یکی از مامورهای فرودگاه میاد تا جلوش رو بگیره. همین داد و بیدادش هم باعث میشه همه آدمایی که اونجا بهش نمره کم بدن و مامور فرودگاه هم برای بدتر کردن قضیه یه رفعه امتیازش رو به 3 کاهش میده و میگه که این یه جریمه است، تا 24 ساعت همینطوری میمونه و اگه آدم خوبی باشی دوباره به حالت قبلی برمیگرده. ولی خب این برای لیسی خیلی بده، چون قراره فردا توی عروسی باشه و نمیتونه با این امتیاز خودشو درست نشون بده. یه اتفاق بدتر هم میفته و اینکه یه شرایطی براش میذارن که تا 24 ساعت بعدی هر امتیاز منفی که بگیره دو برابر حساب میشه و خیلی باید مراقب رفتار خودش باشه. لیسی با حال داغون و عصبانیت میاد بیرون و تصمیم میگیره که یه ماشین اجاره کنه و خودشو به اون جزیره برسونه. اما باز اتفاق بد اینه که نمیتونه یه ماشین خوب بگیره چون امتیازش خیلی پایینه و در آخر یکی از داغون ترین ماشینارو که شارژی هم هست برمی‌داره و به سمت مقصد راه میفته. وسط راه هم دوباره متن سخنرانیشو تمرین میکنه و یه دفعه میفهمه شارژ ماشینش داره تموم میشه. خودشو به یه دونه پمپ میرسونه که اونجا همه ماشینا رو شارژ میکنن و متاسفانه میفهمه که چون ماشینش قدیمیه آداپتورشو اینجا ندارن. مجبور میشه ماشین رو همونطوری بذاره و بقیه راه پیاده بره تا یه دونه ماشین تو راه بگیره. حالا به خاطر دعواهای دیگه هم که این وسط کرده نمرش 2.8 شده و مشخصه که هیچ ماشینی حاضر نیست براش وایسه، چون میترسه که یادم خطرناک باشه. در آخر بعد اینکه کلی وقت میگذره یه کامیون وامیسته و یه زنی ازش پیاده میشه. راننده امتیازش 1.4 که خیلی پایین حساب میشه و حالا لیسیه که میترسه سوار شه. اما وقتی که راننده میگه بیا اگه من برم دیگه هیچ کس سوارت نمیکنه، اونم در آخر قبول میکنه و میره بالا. با هم دیگه صحبت میکنن و کم کم آشنا میشن و وقتی که راننده میپرسه کجا میخوای بری، لیسی توضیح میده که عروسی یکی از دوستامه، خیلی امتیاز آدمای اونجا بالاست و منم بهش دعوت شدم. راننده میگه که منم یه زمانی مثل تو بودم، خیلی به خودم میرسیدم، امتیازم 4.6 بود که اون موقع خیلی خفن حساب میشد، ولی یه رفعه یه اتفاق افتاد و همه چی رو عوض کردم. لیسی میپرسه چی شد و راننده توضیح میده که شوهرم سرطان گرفته بود. وقتی که میخواستم ببرمش به بیمارستان خوب قبولش نکردن، چون امتیازش 0.01 پایین بود و نمیتونستم ببرنش داخل و همین باعث شد که جونش رو از دست بده. منم اون لحظه فهمیدم دیگه اصلا این امتیازها ارزش ندارن که آدم بخواد وقتشو براشون بذاره. تصمیم گرفتم با همه رو راست باشم و همیشه حقیقت رو بگم تا حداقل خودم رو به بقیه نشون بدمش و همینم باعث شد که همه به نمره منفی بدن و الان به اینجا رسیدم. ولی بازم خوشحالم و اصلا از چیزی پشیمون نیستم. لیسی میگه که حرفات قشنگن، ولی خب تو هرچی که داشتی از دست داده بودی. من هنوز چیزهایی دارم که باید براشون زندگی کنم و نمیتونم انقدر بی‌پروا باشم. خلاصه که آخر شب لیسی تو ماشین میخوابه و سر صبح راننده بیدارش میکنه. میگه من از اینجا رو که باید یه طرف دیگه برم و لیسی هم ازش جدا میشه. قبل خداحافظی هم راننده میگه یه دونه شیشه مشروب توی کیفت گذاشتم، شاید یه موقع لازمه چه. لیسی بقیه راهو پیاده راه میفته و یه جا که میره تو سرویس بهداشتی سرای دو تا دختر رو میشنوه که دارن در مورد یه دونه پارتی بزرگ صحبت میکنن. پارتی که برای طرفدارهای یه بازی خیلی معروفه و همه هم به صورت کاسپلی لباسای اونا رو پوشیدن. وقتی میفهمه نزدیک همون مقصد عروسیه، خودشو به عنوان یکی از طرفدارهای این پارتی جا میزنه و موفق هم میشه سوار اتوبوسشون بشه و باهاشون به سمت مقصد راه بیفته. دوباره ورق برگشته و لیسی از اتفاقهای جدید خوشحاله که یه رفعه این نیومی به ایسه میزنه. میگه که داری چی کار میکنی؟ امتیازتو دیدم به زیر 3 رسیده. تو دیگه حق نداری بیای به عروسی من، چون اینجا جای آدمهای بهتره. من اصلا نمیخوام که همچین کسی بیاد توی عروسی ما آبرون بره. میخواستم تو بیای چون مجموعه کسایی که دارم میان امتیازشون بالا بود مثل تو و خب باعث میشد که منم آدم بهتری بشم و خیلی بیشتر معروف شم. ولی الان دیگه تو اصلا جای اینجا نداری.
لیسی خیلی بهش برمیخوره و عصبانیه و میگه که من هر جوری شده خودم میرسونم اونجا و اگه درست با هم برخورد نکنی عروسی تو به گند میکشم. در آخر هم تلفن رو قطع میکنه. جالبه که لیسی میخواست از این موقعیت نیومی استفاده کنه تا امتیاز خودش بره بالا و نیومی هم میخواست همین کارو انجام بده. انگاری هر دو میخواستن از هم سوء استفاده کنن. این وسط بقیه دخترای تو اتوبوس هم صداشون میشنون و خب میفهمن که دروغ بهشون گفته و از اونجا پیادهش میکنن. لیسی که دیگه خیلی به هم ریخته است، شیشه مشروبی که راننده براش گذاشته بود و میخوره و حالا که حسابی مسته میاد وسط اتوبان. شروع میکنه مسخره بازی و گفتن هر حقیقتی که تو دلش میاد. یه رفعه نگاهش به دونه موتور چهار چرخ میفته و میفهمه از این میتونه برای عروسی استفاده کنه. سوارش میشه و حالا بالاخره آزادانه به سمت مقصد میاد. دیگه هیچی نمیترسه و وسط راه هم میفته تو گل و باتلاق و لباسش کلا به گند کشیده میشه. با همون حال خودشو بالاخره به عروسی رسونده. با لباسای داغونش بی توجه به بقیه میره جلو و میکروفون رو برمیداره. شروع میکنه به خوندن سخنرانی که در مورد دوستش نوشته بود. همه از رفتارش و حرفایی که میزنه بهش دارن امتیاز 1 میدن و همینطوری میانگینش میاد پایین. یه رفعه سخنرانیشو عوض میکنه و همون وسط میگه من همیشه میخواستم مثل نیومی بشم. میخواستم یه زندگی خوب داشته باشم، دوستام زیاد باشن، امتیازم بالای 4.5 برسه. ولی الان فهمیدم که اشتباهه. زندگی خیلی قشنگتر از ایناست و دیگه یه آدمی مثل نیومی ام فقط داره اکت نشون میده و ماسک روی صورتش گذاشته. هیچ دوست واقعی نداره و اصلا دیگه دوست ندارم جای اون باشم. یه رفعه مامورهای امنیتی میان از اونجا میرزنش بیرون و خب مامورهای پلیس هم میان و میبرنش زندان. امتیازش خیلی پایینه و جریمه کسایی که به این حد از امتیاز میرسن اینه که دستگاه رو چشماشون رو برمیدارن و دیگه نمیتونن امتیاز دیگران رو ببینن. چیزی که یه رفعه دنیای لیسی رو کلن عوض میکنه. توی سلیل روبرویی که افتاده یه مرد و اونم همین اتفاق براش افتاده. لیسی دیگه دستگاهی نداره که بتونه اطلاعات این مرد رو در بیاره و باهاش صحبتی رو باز کنه. مردم همینطوره. یه رفعه شروع کنه به فوش دادن به لیسی. لیسی هم بدون ترس هیچی همین کار رو انجام میده و یه فوش بهش میده. حالا با لبخند همینطوری این کار رو ادامه میدن و انگاری بالاخره آزادانه دارن حرفای دلشون رو میزنن. هر دو از اتفاقی که براشون افتاده خوشحالن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. شما فکر کنین فیلم توی واقعیت اتفاق میافتاد، یعنی شما مجبور بودی تمام لحظه ها رفتار خودتو کنترل کنی یا همه بهت رأی میدادن، اگه بهت رأی بد میدادن اون وقت همه طرد میشدی. آها، الان همینطوریه. توی دنیای اینستاگرام، توی یوتیوب، توی توییتر، همه جا بر اساس ظاهر دارن مردم دیگران رو قضاوت میکنن. تو اگه توی اینستاگرام شخصیت بد باشی، چیزهای خیلی خفن نذاری، زیاد خودتو خوب نشون ندی، همه واقعا طردت میکنن. الان تمام دوستی ها طریق اینستاگرام شده. دنیای مجازی دنیای واقعی رو گرفته و اگه توی این قسمت مجازی دنیا جایی نداشته باشی، تو واقعیت هم قطعا طرد میشی. این یکی از باگ های دنیای الانه و واقعا این فیلم داره اتفاق میفته. شاید حالا به یه لول یکم پایین تر، ولی داریم به چشم میبینیمش. دنیای ما طوری شده که همه بر اساس رفتارشون به هم دیگه رأی میدن و این به نظرم چیزیه که داره همه رو هم دورتر میکنه. توی فیلم نکته خیلی قشنگی که یاد میده اینه که اگر بخوای بر اساس این سیستم رأی‌گیری زندگی کنی، اگه بخوای همیشه بخندی، همیشه به دیگران 5 ستاره بدی، اون وقت خود واقعیتو فراموش میکنی. اتفاقی که برای شخصیت اصلیمون داشت میافتاد و برادرش خیلی قشنگ حرف میزنه، میگه که انقدر درگیر این دنیای نشو، داری خودتو فراموش میکنی، انقدر دنبالش نباش. خلاصه که خیلی به نظرم این داداش حرفای خوبی میزنه و واقعا باید آدم از این دنیای مجازی دل بکنه، انقدر دنبال رأی دیگران نباشه و خودتو فراموش نکنی. اینکه آدم رو راست باشه این هم راننده کامیونه. راننده ای که میگفت من همسرم وقتی از دست دادم فهمیدم که این دنیایی که برامون ساختن، این سیستم مسخره ای که آدم‌ها رو داره به طبقات مختلف بخش بندی میکنه، اصلا به درد نمیخوره. همونطوری که این راننده کامیون میگفت من عشق زندگیم تنها دلیل خنده هامو از دست دادمش به خاطر همین اختلاف طبقاتی که این سیستم رأی‌گیری ساخته بود و فهمیدم که دیگه ارزش نداره بخوام زندگیمو براش بذارم. فهمیدم اصلا دنیا خیلی کوچیک‌تر از اونه که بخوام برای خندوندن دیگران، برای راضی کردن اونا همه چیمو کنار بذارم. خلاصه که اینا رو گفتم چون تو دنیای الانم داره اتفاق میفته و انقدر دنبال این اینستاگرام و دیدن نظر دیگران نباش. مهم نیست که چند تا لایک بخوری، مهم اینه که توی دنیای واقعی چند تا فالوور داری و این وقتی روز تولدت میشه چند نفر بهت زنگ میزنن، نه اینکه چند نفر رو استوری ریپلای میکنن. این خیلی قشنگ‌تره. دیگه همین، خواستم فقط یه حرفی راجع به این فیلم زده باشم چون وقتی میبینم دنیای واقعیمون هم انقدر ترسناک شده خیلی دارم میسوزه. مراقب خودتون باشید، دوستتون دارم. لایک، کامنت، سابیارتون نره. روزتونم گلسی.